در بخش قبلی در رابطه با انواع سلکت صحبت کردیم، یه مرور کلی داشتیم، البته کامل نشد. تو مراحل بعدی، ویدیوهای بعدی بیشتر صحبت میکنیم در موردش. اما تو این ویدیو میخوام برم سراغ یک سلکتی که خیلی کلاسیک هستش و اگه واقعا تو نفسر فوتوشاپ نباشه ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. سلام عرض میکنم خدمت دوستای خوبم، به استودیو من خوش اومدید. من میثم خادمپور هستم و با فصل دوم بخش پنجم آموزش فتوشاپ حرفه‌ای مقدماتی در خدمت شما هستم. بریم مستقیم سراغ کامپیوترمون و بهتون بگم که میخوام در مورد چی صحبت میکنم. یکی از امکانات بسیار قدرتمند و فوق العاده تو افزار فتوشاپ به اسم ماسک، با هم ببینیم که اصلا ماسک ها چی هستن و قوانینشون چیه و چه کارهایی میتونن انجام بدن. خب برای اینکه من بتونم خیلی راحت‌تر صحبت بکنم براتون و مثال بزنم، من این عکس رو انتخاب کردم. عکس بدی نیستش، میتونیم خیلی راحت روش کار بکنیم. اما اینجا اینو میخوام بهتون بگم که ما تو قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که یک سری ابزارها هستن که میتونن یک سری انتخاب برای شما داشته باشن و نرم‌افزار فتوشاپ اینجوری محاسبه میکنه، میگه که وقتی که یک انتخابی رو در اختیار من قرار میدی و توقع داری که من یک کاری انجام بدم، چون انتخاب رو به من دادی، من این کار رو داخل اون انتخاب بر تو انجام میدم. مثلا الان من یه رنگ مشکی مثلا میخوام یا سفید اینجا تخلیه بکنم که در مورد این هم صحبت کردیم در بخش قبلی. چون ما یه انتخاب دادیم به نرم‌افزار فتوشاپ، فتوشاپ اومده بر مبنای همون چیزی که ما تعریف کرده بودیم عملیات خودش رو انجام داده. اما یک زمانی هستش که ما حالا میخوایم یک مقدار پیشرفته تر انتخاب داشته باشیم و این انتخاب ما کاملا دست ما باشه بر مبنای این که بتونیم خیلی راحت برگردیم عقب یا به سمت جلو حرکت بکنیم، کار بکنیم. تو نرم‌افزار فتوشاپ یک قابلیت بسیار مهم و خوبی وجود داره که من همه جا همیشه اینو میگم اگه نباشه واقعا یه سری کارها رو تو نرم‌افزار فتوشاپ نمیشه انجام داد. این قابلیت چیزی جز ماسک نیست و خیلی اشتباه میکنم، فکر میکنم ماسک خودش یک بخش کاملا جدا هستش، ولی ماسک هم یک انتخابه. وقتی که از ماسک داریم استفاده میکنیم، دست داریم باز یک مکانی و یک جایی یا یک فضایی رو انتخاب میکنیم برای نرم‌افزار فتوشاپ و بهش میگیم که خب حالا نسبت به این چیزی که من برات مشخص کردم عملیات خودتو انجام بده، ولی قوانین خاص خودشو داره که دونه به دونه اینا رو قدم به قدم با هم میریم جلو. اول از همه ببینیم که اصلا ماسک چجوری ساخته میشه و ماهیت اصلیش چی هستش. اول ماهیت اصلیش رو با هم مرور بکنیم که متوجه بشیم ماسک دقیقاً چیه. من این لایه رو از حالت قفل خارج کردم برای اینکه بهتون نشون بدم. خب از زمانی که میخوام در مورد ماسک صحبت بکنم، میام یک گفتمان دو نفره رو اجرا میکنم. فرض میکنیم که یک صفحه یک داکیومنت خالی به این شکل داریم و من میام داخلش رنگ زرد رو تخلیه میکنم به این شکل. بعد یکی از دوستان میاد میگه که میتونیم مثلا یه قسمت از اینو قرمز بکنیم. میام آره خیلی راحت میتونم ابزار براش انتخاب بکنم، رنگمو بکنم قرمز و اینجا شروع بکنم مثلا این قسمت رو به این شکل مثلا بکنمش قرمز. بعد باز دوستان بهم میگه که نه خوب نشد، پشیمون شدم، باز رنگ زرد برای من بذار. میام که خب باشه، مشکلی نداره، من از پالت رنگیم رنگ زرد انتخاب میکنم، اصلا همین رنگ انتخاب میکنم و باز با همون براش شروع میکنم اینجوری کشیدن و اون قسمت هایی که قرمز کردم و برمیگردم حالت اولش به این شکل. یه مثال خیلی ساده و یه گفتمان خیلی ساده بین دو نفر. بعد باز دوستم میگه که بیا تو این عکس این لباس و این قسمت مثلا این آستینش رو رنگش رو زرد کن. بعد من میگم که خیلی خوب باشه، من به این شکل اینو اینجا رو انتخاب میکنم، مثلا با همون رنگ براش زردم شروع میکنم اینجوری کشیدن و میگم خب بیا زردش کردم. بعد بهم میگه که خب نه نمیخوام، همون رنگ نارنجی بکن. بعد بهش میگم که خب این امکان وجود نداره، چون که ما اومدیم یه سری پیکسل هایی که رنگ نارنجی قرمز بودن و رنگ زرد ریختیم توش و دیگه نمیتونیم برگردیم، یا اینکه از کنترل زی یا کنترل زد استفاده بکنیم که همش برمیگرده. میگه که نه من میخوام فقط سراستینش این اتفاق بیفته، این شکلیه. میگه سراستینش میخوام زرد باشه، بقیهش میگم خب همچین امکانی وجود نداره. ببین دوستای خوبم، شاید الان تو ذهنتون بیاد که خب ما میتونیم از یک لایه استفاده بکنیم. اوکی باشه، میتونیم از یک لایه استفاده بکنیم. الان مثلا
این لایه رو انتخاب میکنم و اینجا رو اینجوری زردش میکنم و اگه پشیمون شدم میتونم یه قسمت‌هایی رو حذف بکنم خیلی راحت. حالا مثلا این تو یک لایه هستش و میرم از سراغ ابزار مثلا پاک کن، بعد این قسمت رو اینجوری حذفش میکنم، میرسیم به خیلی رفتم اینجوری میرسیم مثلا به این سراستینه فرض میکنیم، کاملا خیلی ساده دارم صحبت میکنم. بعد میگه که خب باز مثلا رنگش رو زرد کن و میتونم این کار انجام بدم، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که یک لایه است و فرمان نیست، ممکنه یک زمانی یک فرمان این وسط به وجود بیاد و ما یک فرمانی ایجاد بکنیم برای تغییر رنگه. ما الان خیلی ساده داریم باش برخورد میکنیم. این قضیه دقیقا همون چیزیه که میخوام بهش برسیم و بهتون بگم که حالا اینجا اگه از ماسک استفاده بکنیم این اتفاق دیگه یه جور دیگه میفته و متفاوته. بریم سراغ حالا خود ماسکه که ماسکا رو چجوری باید بسازیم و بعد اینجوری فلش بک میزنیم میایم به اینجا بهتون میگم که ببینید فرق ماسک با اینکه ماسک نباشه و ماسک باشه چی هستش. اول از همه بریم سراغ اینکه ماسکا رو چجوری باید بسازیم. تو نرم‌افزار فتوشاپ دو تا راه وجود داره برای اینکه شما ماسک بسازید. اولین راه این که از این قسمت پایینی دقیقاً اینجا حالا من از روی یه دونه کپی میگیرم که روی این کار رو کنم. اینم بذارید من لایه بکگراندش کنم که راحت باشه روی این کار کنم. از این قسمت پایین شما میتونید یک ماسک برای این لایه بسازید. یعنی اگه اینو الان تاییدش بکنم یک کادر سفید رنگ به صورت دیفالت در کنار پریویو لایه من درست میشه. دقیقا اینجا. ببینید اینجا. این یه روش هستش برای درست کردن ماسک. روش بعدی اینه که بریم در زیر مجموعه لیر. اینجا چیزی هست به اسم لیر ماسک. شما میتونید اولین گزینه دومین گزینه رو انتخاب بکنید که حالا بهتون میگم فرقش چیه و همین ریوالو میزنم و یه ماسک دیگه برای من ساخته میشه. یعنی این لایه الان یه ماسک سفید به خودش گرفت. این دوتا راه وجود داره که شما بتونید ماسک رو بسازید. اما این چی هستش که میاد توی لایه من قرار میگیره و خب ما هم داریم بهش میگیم ماسک. ببینید دوست خوبم چیزی که الان دارید میبینید دست یک امکان به لایه هستش، یعنی یک آپشن به لایه ما اضافه میشه و لایه ما حالا میره تحت فرمان یه چیزی به اسم ماسک که حالا هر اتفاقی اون تو بیفته مستقیما روی لایه ما هم تاثیر میذاره. لایه های نرم‌افزار فتوشاپ میتونن انواع مختلف ماسک رو به خودشون بگیرن. انواع مختلف دارم میگم، ما یه مدل ماسک بیشتر نداریم، شکل های مختلف ماسک رو میتونن به خودشون بگیرن. هر لایه میتونه یک ماسک ساده داشته باشه و میتونه یک ماسک وکتور هم در کنار خودش داشته باشه و بیشتر از این دیگه ماسکی برای یک لایه ساخته نمیشه که حالا ما در مورد اون دومی صحبت نمی‌کنیم، فقط اولی صحبت می‌کنیم. توی نرم‌افزار فتوشاپ ماسک‌ها قوانین خاص خودشونو دارن، زیاد هم نیست، خیلی ساده هم هستش، ولی میگه که باید حتما طبق این قانون برای من باشیم. حالا بیایم با هم اینو بررسیش بکنیم. من برای اینکه شما بهتر متوجه بشید این لایه رو پاک میکنم، یک لایه دیگه میذارم و رنگ زرد اینجا سفید شد، رنگ زرد اینجا تخلیه میکنم. برای این لایه از این پایین یک ماسک سفید ایجاد میکنم. قانون اول توی ماسک ها، دنیای ماسک تو نرم‌افزار فتوشاپ میگه که تو فقط با دو رنگ سفید و مشکی میتونی کار بکنی و اگه میخوای از رنگ‌های دیگه هم استفاده بکنی حتما باید رنگ‌هایی باشه بین سفید و مشکی، میشه خاکستری ها. پس بنابراین قرمز، سبز، آبی اینا توی دنیای ماسک هیچ معنی نداره. البته معنی دارن به یه شکل دیگه، در آینده آشنا میشیم باهاش. ولی در مجموع اولین قدمی که وارد دنیای ماسک میشیم و باید این قانون رو بدونیم اینه که ما یا باید سفید داشته باشیم یا مشکی یا خاکستری هایی که مابین سفید و مشکی هستش. خب این شد قانون اول. اما قانون دوم، زمانی که شما از فضای سفید توی ماسک دارید استفاده می‌کنید یعنی همه چی نمایان باشه. چی نمایان باشه؟ اون چیزی که تو همون لایه هستش. یعنی الان این ماسک متعلق به یک لایه است. اگه سفیده پس هر چیزی که توی اون لایه، اون پیکسل‌هایی که تو اون لایه هستش کاملا نمایان باشه. اما میگه که اگه یک زمانی اومدی از رنگ مشکی استفاده کردی، بخشی از ماسک یا کل ماسک رو مشکی کردی، دیگه اون لایه رو هیدن کن یا اون قسمت‌های اون لایه رو هیدن کن. الان بهتون نشون میدم. ببینید الان ما به صورت سفید هستیم کاملا اینجا. من براش انتخاب میکنم رنگ مشکی و
اینجا یک دایره اینجوری رسم میکنم. ببینید؟ به همین راحتی. مسکمو چه اتفاقی افتاد؟ بخش هایی سفید هستش و بخش کوچیکی از این فضا مشکی هستش. طبق قانون دوم اگه سفید باشه خود لایه رو باید نشون بده که اون رنگ های زرد رو داره نشون میده. اگه مشکی باشه باید لایه رو حذف بکنه و خب چون یک لایه اون زیر هستش لایه زیر رو داره نشون میده. پس قانون اول یه بار دیگه نتیجه گیری میکنیم و مرور میکنیم. قانون اول گفتش که از مشکی و سفید استفاده کن. قانون دوم گفتش که اگه سفید بود خود لایه رو نشون بده، اگه مشکی بود لایه پایین رو نشون بده یا اصلا اون لایه رو نشون نده. حالا اینجایی که مشکی چون خود لایه رو نشون میده و ما یه لایه پایین داریم داره اون لایه پایین رو نشون میده. اینو یک بار دیگه تکرار کردم که کاملا تو ذهنتون بشینه. پس ما از ماسک میتونیم اینجوری استفاده بکنیم. خب خیلی راحت الان با ابزار براش میتونم همچین فضاهایی برای خودم بسازم یا اصلا یه کار دیگه بکنم. چرا از براش استفاده بکنم؟ مثلا بیام یک انتخاب اینجوری داشته باشم و رنگ مشکی رو داخلش تخلیه بکنم با همون Alt Backspace یا Alt Delete و به همین راحتی. اما ویژگی که ماسک داره این نیست. ویژگی اصلی ماسک اینه که شما به صورت رفت و برگشتی میتونی کار بکنی. یعنی چی؟ یعنی که ابزار براش رو برمیدارم، حالا با براش این کار انجام میدم، روی ماسکم شروع میکنم اینجوری کشیدم، بعد پشیمون میشم که میگم که من اینو نمیخوام. خیلی راحت ابزار براشم که مشکی بود و سفید میکنم و به این شکل محدودترش میکنم یا کلن از بین میبرمش، پاکش میکنم. دنیای ماسک دنیای رفت و برگشت هستش. یعنی شما با رنگهای سفید و مشکی توی ماسک ها میتونید بازی بکنید، میتونید یه قسمتی رو هیدن بکنید، یه قسمتی رو برگردونید و این رفت و برگشته هستش که یک قابلیت بسیار مهم و جذاب توی ماسک هست و کلی امکان حالا به ما میده که ما بتونیم کار بکنیم. اما چیزهای دیگه هم وجود دارن. ما گفتیم که فقط مشکی و سفید نیست، خاکستری ها هم این وسط هستن که میخوام اینا رو بهتون توضیح بدم. خب من از رنگ مشکی استفاده میکنم و یه خود ابزارم هم کوچیک‌تر میکنم. اینجا اینجوری براتون میکشم که ببینید. حتی بذارید من اینجا این کالر اسپیس هم هاردنس هم رو صفر کنم، کالر اسپیس رو زیاد کنم، حتی هاردنس هم صد کردم، گفتم صفر کنم. به این شکل ابزارم هم کوچیک کنم و اینجوری رسم بکنم. حتی یه کار دیگه هم انجام بدم، اینا رو خاموش کنم که دیگه خیالم راحت بشه. خب با رنگ مشکی داخل ماسک ببینید این بالا کاملا مشخصه، اینجا کشیدم و لایه پایین مشخص شد. میام چیکار میکنم؟ از حالت مشکی خارج میشم، میرم به سمت خاکستری ها و باز اینجا میکشم، خاکستری تر اینجا میکشم و باز هم خاکستری و همینطور هی میرم به سمت سفید. ببینید چه اتفاقی داره میفته، کاملا خودتون درکش میکنید. هر چقدر که از مشکی میریم به سمت خاکستری ها و بعد میریم به سمت سفید، این توانهای مختلف این وسط به وجود میاد که بالایی با پایینی داره ترکیب میشه. یعنی اون رنگ زرد داره با لایه پایین ترکیب میشه. پس اینجا ما متوجه یک امکان خیلی جالب میشیم که تونالیته های خاکستری میتونه توان ماسک رو تغییر بده و خاکستری ها میتونن قسمت های مختلف ماسک منو کمتر و بیشتر بکنن. یه امکان خیلی جالب و جذابه. چه زمانی جذاب میشه؟ الان بهتون نشون میدم. زمانی که این سفید، زمانی که شما میاد از یک ابزاری به اسم گرادینت استفاده میکنید و داخل ماسک از بالا به سمت پایین میکشم و یک گرادینت مشکی به سفید داخل ماسکم ایجاد میکنم و میبینید که قسمت های بالا که داخل ماسکم سفید هستش داره خود لایه رو نشون میده، قسمت پایین که ماسکم مشکی هستش لایه زیر رو نشون میده و مابین اینها یک گرادینت هست که زرد اینجوری کم 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 از بین میره و تموم میشه، دیگه هیچ اثری تو قسمت های پایین کادرم نداره. پس این یه قابلیت فوق‌العاده است. چرا؟ چون از این میتونیم استفاده بکنیم برای همه فرمان ها، برای همه کارهایی که توی نرم‌افزار فتوشاپ داریم میکنیم، مخصوصا توی لایه ها.
سعی کردم خیلی ساده ماسک رو بهتون بگم و با مثال‌های خیلی ساده بهتون نشون بدم که ماسک چه قابلیتی داره. بیشترین چیزی که میتونیم از ماسک توی نرم‌افزار فتوشاپ توقع داشته باشیم این قابلیت رفت و برگشتش هستش که هر وقت پشیمون شدیم میتونیم تغییرات رو ایجاد بکنیم و کارمون رو اصلاح بکنیم. اما نکات دیگه هم این وسط وجود داره. یه نگاهی به پنل لیر بکنید. ببینید دوستان وقتی که روی ماسک کلیک میکنیم این کنج‌ها چهار تا کورنل به صورت خط سفید برای ما مشخص میکنه. وقتی رو خود پریویو لایه‌مون هستیم هم اینو برای ما مشخص میکنه. ما میتونیم توی دو تا حالت کار بکنیم. میتونیم بریم تو فضای ماسک از ماسک استفاده بکنیم. میتونیم بریم تو فضای خود لایه‌مون و اونجا کار بکنیم. یعنی اگه این انتخاب باشه و من شروع بکنم به کشیدن با همین رنگ مشکی مثلا. الان داره روی باز باید تنظیمات رو برگردونم. این اینجوری. ببینید. الان داره روی خود لایه تأثیر میذاره و لایه منو داره رنگ میکنه. حالا بذارید من اینجوری برم جلو. بذارید من ماسکشو سفید کنم. بعد. خب ببینید. الان داره روی خود لایه تأثیر میذاره. یعنی دارم لایه هم رو رنگ میکنم. ولی اگه بیام توی ماسک و با رنگ مشکی بکشم حالا داره خود ماسک رو تغییر میده. یه نکته بسیار ظریف و مهم که معمولا هم اشتباه به وجود میاد توی پروژه کاری که آدم داره انجام میده، کلا کار با نرم‌افزار فتوشاپ، باید به این قضیه دقت بکنیم که ماسک رو انتخاب کردیم یا خود پریویو لایه یا خود لایه اصلی رو انتخاب کردیم. همیشه یادتون باشه این یه نکته خیلی مهم. گفتم چند تا نکته مهم دیگه هست. ما بین این دوتا یک زنجیری شما اینجا میبینید، دقیقا اینجا که الان خاموش روشنش میکنم. شما ماسک و لایه رو میتونید به هم قفل بکنید و اگه ابزار موو رو انتخاب بکنید و شروع کنید اینا رو اینجوری جابجا کردن، دارید چیکار میکنید؟ خود لایه و ماسک رو همزمان با هم حرکت میدید. اما میتونید این قفل رو بردارید، این زنجیر رو بردارید و حالا چه اتفاقی میفته؟ ماسک ما فقط جابجا میشه. نیا کنید ماسک رو آوردم اینجا، بعد میره بالا و همینطور هی میتونه جابجا بشه. اینم از این قسمت. و یه بحث بسیار مهم و اساسی توی ماسک ها. ماسک ها وقتی که خود ماسک رو انتخاب میکنید یه کنترل پنلی دارن به اسم پروپرتیز و اونجا حالا یه سری امکانات دیگه این ماسک میتونه به ما بده و ما ازش استفاده بکنیم. برای اینکه پنل پروپرتیز برای شما باز بشه، برای ماسکتون باز بشه، کافیه که رو خود ماسکتون دوبار کلیک بکنید، این پنل برای شما باز میشه به اسم پروپرتیز. حالا اینجا با ادجاستمنت های من قاطی شده، اینو خاموش کنم که بهتر ببینید. خب پروپرتیز میشه کنترل پنل ماسک و اینجا دوتا امکان برای ما وجود داره، یکی دنسیتی هستش، یکی هم فدر. خب ایاتون باشه ما در مورد فدر صحبت کردیم توی قسمت‌های قبلی، مخصوصاً توی سلکت ها گفتیم که ما یه چیزی داریم به اسم فدر که لبه ها رو نرم میکنه. دقیقاً همین امکان داخل ماسک وجود داره و وقتی که شما فدر رو به سمت جلو هدایت میکنید لبه های ماسکتون شروع میشه به محو شدن. خب این امکان خیلی خوبه. چرا؟ چون من میتونم ازش استفاده بکنم برای اینکه کارم طبیعی تر باشه، رد قلمم، جایی که ماسک کردم و خیلی چیزهای دیگه توی فتوشاپ مشخص نباشه و یکی میبینه اصلا نفهمه که من اینجا رو مثلا ماسک کردم. و هر چقدر فدر رو ببرید جلو این محوسازی خیلی بیشتر میشه و باز هم خوبیش اینه که به صورت رفت و برگشتی یه وقتی میبرم جلو کارم انجام دادم میبندم پنلو، یه بار دیگه باز روی ماسکم کلیک میکنم پنل برام باز میشه و من باز برش میگردونم به حالت اولش. اما دنسیتی چیه؟ دنسیتی رو اینجا میتونیم ما اثر بخشی تعریف بکنیم که این ماسک ما چقدر اثر بخشی داشته باشه. اگه یادتون باشه گفتیم مشکی سفید و خاکستری ها، این دنسیتیه اون ماسکی که حالا شما درست کردید و اثر بخشیش رو میتونه کم بکنه. چجوری کم میکنه؟ با تغییر رنگ مشکی به خاکستری که الان دارید خودتونم میبینید به این صورت. پس این هم شد دنسیتی. اما قسمتی به اسم ریفاین که سلکتم ماسک و کالر رنج هستش و اینا رو توی بخش‌های بعدی حتما در موردش صحبت می‌کنیم و کامل توضیح میدیم و تمام هر چیزی که در رابطه با ماسک من بهتون گفتم امیدوارم که کاملا متوجه شده باشید، چون یکی از قسمت‌هایی هستش که خیلی از بچه‌ها و دوستان مثلا
گیر میکنن توش، متوجه نمیشن ماسکا چی هستش. من با تجربه ای که حالا تو این مدت ها داشتم توی آموزش اومدم اینو بهتون هم با یک داستان و هم یک چیدمانه درست گفتم و نکته دیگه این نداره. ماسکا حالا در آینده کاملا خودتون میبینید که چقدر به کارمون میاد و میبینید که تمام فرمان ها، اجاسمنت ها، بلندینگ مود ها و خیلی چیزهای دیگه از ماسک میتونن استفاده بکنن و هر چقدر که از ماسک بیشتر استفاده بکنیم کارهامون حرفه‌ای‌تر، تمیزتر و طبیعی‌تر میشه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. در آینده بخش‌های بعدی بیشتر در مورد ماسک صحبت می‌کنیم. دنیای بسیار بزرگی دارن ماسک‌ها و کارهای خفنی میشه باشه انجام داد. مثل همیشه گر نکوبی شیشه غم رو به سنگ، هفت رنگش می‌شود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.